sen, 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 sen. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بینندگانه عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، عید شما مبارک، میلاد پرخیر و برکت بیبی دو عالم بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها بر تمامی محبین پیامبر اکرم و اهل بیت گرامشون ان شاء الله مبارک باشه. الحمدلله رب العالمین. در این ایام این توفیق رو داریم، ایام بزرگ داشته ولادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خدمت شما باشیم با برنامه سلام کربلا به صورت زنده و مستقیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه و برادر بزرگوارشون آقا قمر العشیره ابوالفضل العباس علیهم السلام. ان شاء الله هر جا هستید صحیح و سالم باشید. ان شاء الله در این ایام هر آنچه که در مجالس سرور و شادی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین شرکت میکنید بتونید به بهترین وجه استفاده بکنید از اون فضای معنوی این مجالس. هر آنچه که فضائل بی بی فاطمه زهرا آقا امیرالمؤمنین برای شما به صورت مدح و ثنا خونده میشه، همه اینها رو ان شاء الله به خاطر بسپارید. همه اینها رو ان شاء الله سرلوحه زندگیامون قرار بدیم، از راه و روش زندگانی پیامبر اکرم آقا امیرالمؤمنین بی بی فاطمه زهرا ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین سرمشق بگیریم و ان شاء الله پشت سر این بزرگواران بتونیم حرکت بکنیم، که اولینش و مهمترینش اینه که بنده خوبی ان شاء الله برای خدای تبارک و تعالی باشیم، از اون افرادی باشیم که خدا دوست داره، از اون افرادی باشیم که زحمات پیامبر اکرم و به قول معروف حیاتی که برای ما صرف کردن، جان پر اهمیت خودشون رو و دوست داشتنی خودشون رو راحت در راه خدا و ماها هزینه کردن. همچنان بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها
آقا امیر المؤمنین، ائمه اطهار، همه این بزرگواران جانفشانی کردن تا ما راه سعادت رو پیدا بکنیم، تا ما وسیله‌ای داشته باشیم برای تقرب به درگاه خدا. پس بیایید هر آنچه که میتونیم، حالا منهای اونچه رو که بلدیم، بیشتر تحقیق بکنیم، کار بکنیم و تبلیغ بکنیم، عرض بکنیم خدمت خدای تبارک و تعالی. یا رب العالمین، ما همونطور که خودت پیامبرت رو دوست داری، اهل بیتش رو دوست داری، ما هم دوست داریم. اجازه بده، به ما توفیق بده رهرو این بزرگواران باشیم و مدد از خود اون بزرگواران هم بخواهیم. چرا؟ به خاطر اینکه خدای تبارک و تعالی مشیتش بر این هست که وسیله تقرب خودش رو معرفی کرده و همین پیامبر و اهل بیت گرامشون بوده، این بزرگواران رو به ما معرفی کرده و به ما دستور داده پیروی بکنید از پیامبر اکرم، از اولیاءتون. اولیاء ما کیا هستن؟ ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. حالا خودمون یاد گرفتیم ان شاء الله وظیفمون اشاعه اونه و علاوه بر اشاعه اون برای خانواده و فرزندان و وابستگان خودمون هست، برای دیگران هم هست، چون اونها هم باید یاد بگیرن. ما هم ان شاء الله اگر جایی رسیدیم که از ما بهتر بلدن، ما هم از اونها یاد بگیریم، هیچ اشکالی نداره. نگیم من دیگه 70 سالم شده، 80 سالم شده، دیگه بسمه. نه، اطلب العلم من المهد الی اللحد، چون معلوم نیست. آدم یه دیدید خدا خواست فرد 150 سال زنده باشه و غریبم نیست، هیچ غریب نیست. افراد تا 130 سال 150 سال دارن زندگی میکنن، نشاط هم دارن، دارن کار میکنن، چه اشکالی داره یاد گرفتن علم؟ فرمایش پیامبر اکرم کافیه انشاءالله. میدونم همه دلهای شما کربلاست، شما هر چه زودتر دلتون میخواد شماره تماس برنامه باز بشه خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، عرض سلام و عرض تبریک داشته باشید. پس حالا که مشتاقید اجازه بدید بنده به نیابت از شما، چون مستقیما مقابل گنبد هستم، شما هم در هر کجا که هستید روی کربلای معلا، روی کعبه دلها قرار بگیرید، با همدیگه خدمت اربابمون عرض سلام داشته باشیم و برگردیم صدای شما رو به کربلا برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزو کربلا برم، آرزو کربلا برم، آرزو کربلا. نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشه. خدا اون روز و نیاره که برات گریم نگیره، خدا اون روز و نیاره بی تو قلبم شتیره. نگو نمیشه کربلات بیام روم و زمین نزن حسین، آقا توی صحن و سرات بیام روم و زمین نزن حسین، که لذریه با صفات بیام روم و زمین نزن حسین. اللهم ارزقنا حرم آرزو کربلا برم. زیارت هاتون قبول باشه بزرگوارا، امیدوارم هر چه زودتر این سلام هایی که الان از طریق تصاویر خدمت آقا سید و شهدا علیه السلام عرضه داشتید رو خودتون حضورا مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید. لحظه همراه با این آوا شدم من، و تا اغلب با آواها من همراه میشم، ولی با این آوا همراه شدم از زبان شما و مایی که حالا بعضا در کربلا هستم. خودم رو عرض میکنم، جسارت به کسی دیگری نکنم، در کربلا هستم ولی واقعا از کربلا دورم، و شمایی که از کربلا دورید ولی چه بسا توی خود کربلایید، واقعا از همگی شما التماس دعا داریم و امیدواریم همگیتون حاجاتتون برآورده به خیر بشه. شماره تماس برنامه باز شده 2-0-964-771-61-67-100.
در اختیار شما و هر عزیزی هست که دوست داره صدای خودش رو به کربلای معلا برسونه و از اینکه لطف میکنید هم در حق ما هم در حق خودتون. راه های دیدن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو به عزیزانتون دوستانتون هدیه میدید، شماره تماس برنامه رو به اونها گوشزد میکنید تماس بگیرن، اونها هم همانند شما سر سفره اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که از سفره هایی که نادره، اصلا هیچ جای دیگه نیست، پهن میشه، چون سفره مخصوص همه مردم، همه مخلوقات، خاص پیروان اونهاست، پیروان اونها هستن که در نهایت نجات پیدا میکنن. یاد بدید به دیگرانتون، انشاءالله به عزیزانتون یاد بدید استفاده کنن از برنامه های شبکه امام حسین علیه السلام، انشاءالله راه مفاز و رستگاری است. اولین تماس برنامه امروز رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک باشه، انشالله که زیر سایه امیرالمومنین علیه السلام باشید. و همچنین ممنونیم، وقت شما هم بخیر، عید شما هم مبارک باشه. بفرمایید زیارت کنید، انشالله روزی باشه که کربلا خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. انشالله. سلام میکنم بر مدینه، نجات، کربلا، کاظمین، دمشق. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حجت الکبرى، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزهراء، السلام علیک یا زینب الکبرى، السلام علیک یا حسن ابن علی مشتبه، السلام علیک یا حسین ابن علی سید الشهدا، السلام علیک یا ابو الفضل العباس، یا مطیع الله مطیع الرسول، یا عباس، السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا محمد ابن علی باقر، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیک یا موسی ابن جعفر کاظم و رحمت الله و برکاته، سلام بر مشهد، سلام بر قم، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا مرتضی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا معصومه کبرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سلام بر کاظمین سامرا، السلام علیک یا محمد ابن ابی جواد، السلام علیک یا علی ابن محمد حادی، السلام علیک یا حسن ابن ابی عسیری، السلام علیک یا بقیت الله، یا صاحب الزمان و رحمت الله برکاته، بابی انت و امی و نفسی و مالی و اولادی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آباد فیاض استاد و فی کل استاد، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن و ارزکه توعا فتمت توفیه طویلا. یا امام حسین، خیلی دوست دارم بیشتر زیارت کنم، اما همونطور که من دوست دارم بقیه هم دوست دارم قربونت بشم، مواظبم باش. امام حسین خدا حافظ. یا علی مدد خدا نگهدار. بهترین زیارت عمرم امروز بود با 14 معصوم با قبول باشه انشاءالله زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید. یا علی مدد خدا نگهدار شما، انشاءالله روزی باشه که همانند زائرینی که در تصاویر میبینیم شما هم و بقیه عزیزان مشرف و از نزدیک زائر آقا امام حسین علیه السلام باشه. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آدم یه سلام داده، وقتتون بخیر، سامان هستم. وقت شما بخیر، عید شما هم مبارک باشه. از عدل و ایام من از اولی مدرسه های بکنم، ما هم ساعت برنامه رو خدایی وقتی دیگه دوست دنگ بزنم چون اینجا تکرسون نداری سوزی هستیم که این ساعت دنگ بزنم مدرسه های برنامه هست باز مخواهم ها زنگ. خواهش میکنم، خوشحال میشیم صدای شما عزیزان عاشق امام حسین به کربلا برسه. بفرمایید زیارت کنید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا عبد الله و علی الارواح التي حلت بسنائك، علیک منی سلام الله ابدا بقیت و بقی الحید و النهار ادا له الله اخر حسن. السلام علیکم.
ولا آخر لحظه مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا عبد الله ابن امير المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اياك يا ابا عبد الله. يا ابا عبد الله تبریک عرض میکنی ولادت مادر عزیزتون رو. انشاءالله به خوشحالی شما تمام یعنی خوشحال بشن. خوشحالی شما و دعای شما برای ظهور فرزندتون آقای امام زمان هست. هر شرایط ظهور فراهم بکنه. همه ما به اون قلمه معنویتی که به اسمش آقای امام زمان هست برسیم انشاءالله. اللهم عجل ولی کل فرج. خیلی خوشحال شده ولی کل ما از این 5 دقیقه‌ای که صداتون رو میشنویم خیلی خوشحال میشیم. خواهش میکنم. تلویزیون هم نداریم همینی که صدای شما رو میشنویم خوشحال میشیم. شما به عشق آقا سید و شهدا پیگیر برنامه های شبکه هستید با اینکه میفرمایید تلویزیون ندارید. انشاءالله حاجت روا باشید و باز هم شما رو کربلای معلا ببینیم. ممنونیم از تماستون و دعاهای خیرتون. یا علی مدد. خدا نگهدار شما. عشق آقا سید و شهدا سلام الله علیه باعث نمیشه که کسی اگر تلویزیون نداشته باشه ذره ای بخواد ازش کاسته بشه. همین که متوجه هست الان صدا از کربلا داره میاد، حتی با همون صدا هم خودش رو در کربلای معلا حس میکنه. تماس بعد رو دریافت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای میر خلف‌زاده، همکاران محترمتون، خسته نباشین، اجرتون با امام حسین علیه السلام باشه. و همچنین و علیکم السلام، انشاءالله که سلامت باشید و خدا به شما جزای خیر بده. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا سید الشهدا علیه السلام باشید. میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا صاحب الزمان یا خلیفت الرحمن. السلام علیکه یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. السلام علیکه یا قمر بنی هاشم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله و برکاته. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین علیهم السلام. یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیهم السلام. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله فرج آقای امام زمان به زودی های زود برسه. انشاءالله حاجت حاجتمندان روا بشه، مریضای اسلام شفا پیدا کنن، جوانامو به بخت و روز خوب برسن. خیلی خیلی ممنون. التماسی دو مریضای اسلام هم شفا پیدا کنن. خدا حافظ دو. یا علی مدد. خدا حافظ شما. ممنونیم از دعاهای خیرتون، دعاهایی که برای همه میکنید. واقعا خیلی خوبه سفارشی که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. البته مرتب من این رو عرض میکنم، نسبت به دیگران مهربان باشید، نسبت به دیگران هر اون چه رو که برای خودتون دوست دارید و فکر میکنید خیره برای دیگران هم بخواهید، انشاءالله خدا خیرشو مقدر میکنه. ممنونیم از شما بزرگوارانی که به فکر دیگران هم هستید. در سلام هاتون فراموش نکنید ارواح مؤمنین و مؤمنات، اون افرادی که بین ما بودند و الان نیستن، اونهایی که دستشون از دنیا کوتاهه، اونهایی که منتظر خیرات و مبرات افرادی هستن که گردنشون حق داره. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام از ما. سلام علیک آقای میرخلف‌زاده، حاجی آقای میرخلف‌زاده، برادر بزرگوارم، عیدتون مبارک باشه، ولادت حضرت فاطمه زهرا
مادر دو عالم تبریک عرض می کنم به شما خادمین سید و شهدا، خصوصا همکاران عزیزتون، به امام زمان، به سید و شهدا تبریک عرض می کنم. التماس دعا داریم زیارتتون قبول باشه. یا علی مدد، یا علی مدد، خوش آمدید. الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلی الله علیه یا مولاتی یا حضرت فاطمه زهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا مادر دو عالم، ولادتت به پدر و مادر بزرگوارت به همه شیعیان تبریک عرض می کنم. السلام علیک یا مولا، یا امیر المومنین، یا مرتضی علی، یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، السلام علیک یا خدیجه الکبرا، ولادت فرزندتون تبریک عرض می کنم. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمومنین سید المسیح، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سید النساء العالمین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقا جون تبریک عرض می کنم ولادت مادر بزرگوار، مادر فرشکستت تبریک عرض می کنم. السلام علیک یا مولا، یا قمر بنی هاشم، یا علم دار دشت کربلا، السلام علیک یا کفیل زینب، السلام علیک یا سقای لفتشتگان، السلام علیک یا زینب، یا زینب، السلام علیک یا عزت رقیه بنت حسین شهید، السلام علیک یا اهل بیت رسول الله، السلام علیک یا شهدای کربلا، السلام علیک یا یاران اصحاب حسین، السلام علیک یا قوام آل محمد، یا ابا صالح مهدی، یا شریک القرآن، یا مهدی زهرا. آقا جون تبریک عرض میکنم ولادت مادر بزرگوارته، ایشالله عیدی ما ظهور شما بزرگوار، عیدی ما رفع گرفتاری مسلمانان، عیدی ما کربلا، کربلا، یا حسین، یا زهرا، یا مهدی. التماس دعا داریم، ما هم از دعای خیر. قبول باشه زیارت این خواهرمون، ظاهرا تماسشون مشکل پیدا کرد و اینترنتشون قطع شد. ان شاء الله که حاجت روا باشن. واقعا خیلی خوبه، خیلی خوبه که اینجا به نام مادر بزرگ آقا سید و شهدا سلام الله علیه، بی بی خدیجه کبرا علیه السلام، بی بی که از همه چیز خودش در راه خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله گذشت تا درخت اسلام تنومند و تنومند و تنومندتر بشه، بی بی که با تمام مال و ثروتی که داشت به مجاهدت پرداخت و پا به پای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آمد. تبریک گفتن به این بی بی که خیلی کمتر اسمشون گفته میشه، ان شاء الله، ان شاء الله. این بی بی که به حقیقت ام المؤمنین هست، ما در دعاهامون و زیارتهامون میخونیم و اعتقادمون اینه که، و دستور خدا هم همین بوده، مشیت خدا این بوده، افراد پاک از ارحام پاک به وجود میان و اومدن، اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین همشون نتیجه ازدواج پیامبر اکرم با بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها است. وجود نازنین بی بی فاطمه زهرا و بعد از اون. ملاحظه می‌فرمایید، در تاریخ می‌خونید، تاریخچه زندگانی ائمه اطهار رو می‌خونید، یکی پس از دیگری مادرهاشون انتخاب شده هستن. حالا هیچ قومیتی هم مطرح نبوده، فارس بودن، عرب بودن، یونانی بودن، همه و همه
نتیجه اون ازدواج است انشاءالله. در مراسمی که برای بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم ایجاد میشه و افراد شرکت میکنن، قدان این نعمت باشیم. الهی آمین. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خواستم خدمت شما سلام عرض کنم و سلام عرض کنم و سلام عرض کنم و فاطمه را به همه مسلمان و شیعان مخصوصا شیعان امیر المؤمنین تبریک و تهنیه عرض کنم. سلام خدمت ارباب میگم با اجازه. خواهش میکنم بفرمایید بشنوید. و از الارواح التي حلت بسمائك بیت منی سلام الله ابدا ما بقی طبقه الليل و النهار لا جعل الله آخر الاهل منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خدمة مولا وأغام أبو الفضل العباس. السلام عليكم. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. يا السلام عليك يا أيها العبد الصالح يوم الله ورسوله الأحليل الأمين الحسن أبو الحسين. السلام عليك يا كاشف الكرب أبو الحسين أكشف خلوبنا أصحاب أخي الحسين. السلام عليك يا أمتهم البنين اللهم صل على محمد و آل محمد. قبول باشه زیارتتون. قربون شما برم. حالا آقای محسن جبار دارم شاد شد. خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. قربونتون برم. القلب و یهدی الی القلب. ما هم شما رو دوستتون داریم. ما هم همه شیعان آقا امیر المؤمنین عاشقان بی بی فاطمه زهرا و افرادی که پیرو آزاد مرد جهان آقا سید الشهدا سلام الله علیه هستن، همه این بزرگواران رو دوست داریم انشاءالله. همگی حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. عجیب السلام. علیکم السلام خواهرم. وقت شما بخیر. عید شما مبارک باشه. عید شما هم مبارک باشه. به کربلا خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وابيها وبالها وبنيها والسر المستودي فيها بعدد أمهات أبي الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. آقا جان به شما تبریک میگم ولادت مادر عزیزت و گرامیت را. السلام علیک یا ابو الفضل العباس. السلام علیک یا قمر الحشیره. السلام علیک یا بنت علی امیر المؤمنین علیه السلام. آقا مولا جان به شما تبریک میگم. السلام علیک یا حضرت زینب کبرا بی بی جان شما ولادت مادرت را تبریک عرض می کنم. السلام علیک یا صاحب الزمان آقا مولا صاحب الزمان ولادت مادرت را به شما هم تبریک عرض می کنم. یا کاشف الکرب عنا وجه الحسین علیه السلام اکشف کربی و اق اخی کل حسین علیه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. التماس دعا دارم آجی آقا دعا کن انشاءالله. خدا انشاءالله زیر سایه آقا امام زمان زندگی کنن. السلام علیک آقا جان یا امام حسین بنیابت مادرم بنیابت پدرم بنیابت جمعی رفتگان خاک کی آرزوی کربلا را بدل داشتن بنیابت اونا زیارت میکنم قربت الله. اللهم صل على محمد و آل اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله قبول باشه زیارتتون خدمت آقا سید و شهدا در حرم مطهرشون ان شاء الله مشرف بشید و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشید.
پیام ها مدتی الان روی صفحه مانیتورتون و تلویزیونتون هست. من تشکر بکنم از شما بزرگوارانی که اینقدر در حق ماها و خدمتگزاران آقا سید و شهدا در شبکه لطف دارید، تشکر میکنید بابت این تصاویر، بابت این اعمال، بابت این برنامه ها. شما بزرگوارانی که از برنامه سرزمین عشق، از برنامه معراج، از برنامه تکیه، از برنامه هشتگ سوژه، از کلیه برنامه ها مرتب اسم میارید، تشکر میکنید. همه این کارهایی که داره انجام میشه احساس وظیفه ایه که پرسنل شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برای خودشون میدونن و منتظر دعای خیر شما هستن، ملتمس دعای خیر شما هستن، متوقع دعای خیر شما هستن که بتونن بهتر کار انجام بدن و دستور خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو انجام بدن. به کل دنیا صدای اسلام، صدای ائمه اطهار برسه، مظلومیتشون برسه. و از طریق همین موارد هست که مردم انشاءالله بیدار میشن، استفاده میکنن از راه و روش های زندگانی این بزرگواران و به طرف خدا تقرب پیدا میکنن. مردم استفاده میکنن و از شیعیان خوب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله خواهند شد. و اما این که ما بگیم حالا شبکه جهانی امام حسین علیه السلام داره کار میکنه، امکانات داره، من امکانات ندارم، مواظب باشیم شیطون این مورد رو تو گوشمون زمزمه نکنه که وامون بداره از کمترین کاری که میتونیم بکنیم. خدا حفظ کنه تمام افرادی که به نحوی دلشون و قلبشون برای دین میتپه. حضرت آیت الله العظمای شیرازی تعبیر این رو دارن، میفرماین همه تون میتونید مبلغ دین باشید ولو با این موبایلی که الان دستتونه. و اشاره میکنن، اسم میارن، با یادگیری یک مطلب از منبع صحیح و درست و پخش اون خیلی تأثیر میگذارید. امتحان بکنید، تماس بعد رو دریافت کنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای خلف‌زاده. به کربلا خوش اومدید خواهرم. عید شما مبارک. عید شما مبارک باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرتی، السلام علیک یا حضرت خدیجه الکبرى، السلام الله علیک، السلام علیک ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه زهرا سید النساء، السلام علیک یا زینب کبرى، السلام علیک یا بی رقیه بنت الحسین، السلام علیک یا قمر منیر بنی هاشم ابو الفضل لباس علمدار کربلا، السلام علیک یا مادر بزرگوار حضرت ام المؤمنین، السلام علیک یا وارثای کربلا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذی فضلهم و جهادهم الحسین. میلاد حضرت مادر امام حسین تبریک، تهنیت رسول. السلام علیک یا امام حسین مجتبی، السلام علیک یا امام جعفر صادق، السلام علیک یا امام زید العابدین، السلام علیک یا امام محمد باقر. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. آقای خلف‌زاده عید تبریک میگم. آقای انوت گوشی شوهر من میخواد سلام بده. خواهش میکنم بفرماین. همسرتون هم خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام و تبریک داشته باشن. صلی الله علیکی یا مولا، صلی الله علیکی یا عبدالله،
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبو الفضل العباس. السلام عليك يا قمر بن هاشم. السلام عليك يا عبد الصالح. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا زينب الكبرى. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن. السلام عليك يا صاحب الزمان أجل الله فرج الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا جميل حجتي حمي حجت من الهرسل. اللهم آمين. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل. قبول باشه زیارتتون حاجی جان، انشاءالله هر چه زودتر صحیح و سالم همراه با خانواده مشرف بشید کربلا. ممنون، تشکر آقای منخلف. خواهش میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. حقیقتا توش موندم که بگم یا نگم، ولی باد و باد. ممنونیم از پیام های محبت آمیزتون، ممنونیم از این که ما را امین خودتون میدونید، به ما میگید آقا دعا بکنید، برو تحت قبه آقا سید الشهدا سلام الله علیه برای مشکل و گرفتاری ما دعا بکن. شما عزیز بزرگواری که پیام دادید، تماس گرفتید و فرمودید من مشکل مهمی دارم، خدمت آقا سید الشهدا برید دعا بکنید، و از خوشحالیم از اینکه ما پیام رسان بودیم و انشاءالله هستیم و خواهیم بود انشاءالله. و باز تشکر میکنم از آقا سید الشهدا سلام الله علیه که این آبرو رو داده بتونیم این اعمال رو انجام میدیم. شما یه بزرگواری که گفتی من هر وقت تلویزیون رو میبینم ذریح و گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا آقا ابوالفضل العباس رو میبینم و میبوسم و الحمدلله حاجتت رو گرفتی، بدان ما فقط یک پیام رسان بودیم. دعای شما رو آقا امام زمان آمین گفتن و الحمدلله رب العالمین رفع مشکل شد. امیدوارم هر بزرگواری که به حاجتش میرسه حتما به ما خبر بده، حتما به ما اطلاع بده، چون حقیقتا من که خودم اینطورم، با ناراحتی شما ناراحت میشم، با خوشحالی شما هم خوشحال میشم. چرا؟ به خاطر اینکه میدونم شما محب اهل بیت پیامبر اکرم هستید، شما هم با خوشحالی حضرات خوشحال میشید و در معاتم و سوگهاشون ناراحت میشید. انشاءالله همگی حاجت روا باشید و ما بیش از بیش توفیق داشته باشیم، دعاگو و نایب الزیاره باشیم، تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. به کربلا خوش اومدید خواهرم. سلامت باشی. ایام فاطمی هم تبریکی میتم تلویدی آقا بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را به شما و تمام شیعای جهان و آقا امیر المومنین و امام حسین ابوالفضل عباس بی زینب تبریکی میتم و آقا امام زمان. یا امام حسین تو را به جان مادرت قسم ما را طلب کن، آقا آرمان بدل نمانی ما را، آرزوهای ما را برآورده بسازی. مشکلات گرفتاری که بیش روی ماست، این مشکلی که از کل مشکلات که دستختر از آقا نوست دنیایی است، خدایا تو امیر برآورده به خیبر که مادرت فاطمه زهرا که به پیش خدا آبرو دار، آبروی ما را مریضانی، مشکل ما را برآورده به خیبر بسازی. جوانان را به پناه اسمت خود نگاه کنی یا الله، مریضان شفای به خیر بدی. حاجی آقا خدا شما را توفیق به تجان جور بتم که سلام ما را با آقا امام حسین میرسانید. از صبح که میشک ما از آذان صبح که در شبکه کربلا را میگیریم التماس با آقا میکنیم، دعا میکنیم
خدا شما را جان جور به تخلیص دنیای نمیخواییم به آخرت ما و سر وقت ما برسته شفاعت دنیا و آخرت ما را امام حسین کنه. از تا زیارت میکنیم سلام با آقا میتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین و ابن سید الوسطین، السلام علیک یا فاطمه و سیدت النساء العالمین، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولای ابا عبدالله، السلام علیک یا مولای ابا عبدالله، السلام علیک یا مولای ابا عبدالله، على الأرواح التي ألد بفنائك عليك مني جميع سلام الله يبدا ما بغيت وبغي ليلا النهار ناجي الله وآخر أدين من زيارتكم. السلام على الحسين العلي بن الحسين على أصحاب الحسين على عباس الحسين على زينب الحسين على هشام أبو الحسين. السلام عليك يا قمر ماي بني هاشم يا أبو الفضل عباس، السلام عليك يا بيبي زينب، آقا تو رو به جان مادرت قسم شفاعت دنیا و آخرت ما گناهکارا خدمتگارا ایتان کن. تکیه‌دار حسین هستم، خدمتگار حسین هستم، حسین به سر وقت ما برس شفاعت دنیا و آخرت ما را کنی. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. حاجه آقا التماس دعا، حاجت روا باشید خواهرم، انشاءالله باشید. خدا شما را تفریق به تا جان جور به تا که شبکه را انداختین که ما را خوشبخت کردین. آقای امام حسین خوشبخت جمله شوهای خود. خواهش میکنم، ما انجام وظیفه میکنیم، دعای اصلی و تشکر اصلی رو باید از حضرت زهرا سلام الله علیها کرد و اون عزیزان و اون بانیان خیری که دارن به صورت مرتب و منظم این شبکه رو یاری میکنن با اشتراک های خودشون، با بنمان هایی که بستن، با اون لطفی که نسبت هم به خودشون هم به خانوادهشون هم به ماها دارن و برای قبر و قیامت خودشون ذخیره سازی میکنن و این شبکه رو حمایت مالی میکنن تا این شبکه بتونه انشاءالله همینطور که تا الان داره انجام وظیفه میکنه به همین صورت با این پنج زبانی که داره پخش میکنه، برنامه تولید میکنه، به کل دنیا میرسونه، به زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی و ترکی و اردو، انشاءالله بشه زبانهای بیشتری رو راه اندازی کرد که حجت انشاءالله بر همگان تمام بشه و اون لحظه انشاءالله دور نیست و قطعا آقا امام زمان انشاءالله یاری میکنن و این کار انجام میشه. ممنونیم از همه شما بزرگواران و شما خواهر بزرگوارمون. انشاءالله روزی باشه که تمام مظلومهای دنیا، مظلومان شیعه افغانستان، اصلا مردم مظلوم همشون رهایی پیدا بکنن از دست کل ظالمین. الهی آمین. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقا میرخلفزاده، خسته نباشید. ممنون، متشکر خواهر بزرگوارم، عید شما مبارک باشه. میلاد حضرت صخرا را منظر آقا امام حسین و الفضل عباس شما. ممنون از برنامه خوبتون، دستتون درد نکنه. از همه عوامل زحمتکش ما خدا خیرتون بده. بفرمایید زیارت بکنید. متاسفانه تماسشون قطع شد. من یک دقیقه پایانی رو از کارگردان محترم اجازه میخوام که به نیابت اونهایی که تماسشون ناکامون نیمه کارمون بتونیم یه سلام آخری خدمت آقا سید و شهدا عرضه داشته باشیم، آخرین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام، خسته نباشیم. ممنون، متشکر، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید ظاهر آقا امام حسین علیه السلام باشید. بله، عیدتونم تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التی حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیه بنهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی هاشم یا ساقی دشت کربلا جمیعا و رحمت الله و برکاته. یا امام حسین خودت دیگه حاجت حاجتمندان رو بده، همه مریضا رو شفا بده. خودت میدونی دیگه حاجت من چیه امام حسین. مشکلات خواهرم رو حل کن. امیدوارم یه روزی زنگ بزنم بگم حاجتم آقا داده. یا امام حسین خودت بهم کمک کن. انشاءالله حاجت روا باشید. یه سوال از شما داشتم، میشه بپرسم؟ بفرمایید خیلی سریع. چش ببخشید، من پسرم خیلی اصرار داره بفرستمش سوریه. میخواستم بپرسم حکم شرعیش چیه؟ باید بزرگواری بفرمایید با برنامه معراج در تماس باشید. انشاءالله پاسخگوی مسائل شما اونجا هستن. ممنونیم از تماستون یا علی مدد. خب طبق وعده‌ای که دادم کمتر از 40 ثانیه فرصت داریم. دست ادب به سینه بگذارم، رو به گنبد بارگاه آقا سید و شهدا عرض بکنم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. سلام آخری رو هم که دادیم به نیابت از شما بزرگواران بود. یا علی مدد، خدا نگهدار. آخرش مردم با پیرانه سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان.